اقناع چیست؟ در فرایند ارتباطات در مبحث سواد رسانه‌ای محوری ترین و مهمترین اتفاق اقناع است. رسانه‌ها برای اینکه بتونن ذهن مخاطبانو به اهداف خودشون سوق بدن، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنن که به اون فنون اقناع گفته میشه. معمولاً رسانه‌ها سعی می‌کنن که بر روی منطق و احساس مخاطب تاثیرگذار باشن. در ادامه بحث از این روش‌ها رو مرور می‌کنیم. 1. گواهی دادن. مثل تبلیغ شامپوی کلیه، محوری ترین مشخصه این تبلیغ حضور یک ستاره پرطرفدار فوتبال. رونالدو در مورد این شامپو میگه من تنها به کلیر اعتماد میکنم. گواهی دادن رونالدو به عنوان یک ستاره فوتبال مهمترین مشخصه این تبلیغه که بسیاری از مخاطبینو ترغیب به خریدن این محصول برای شبیه شدن به ستاره محبوبشون رونالدو میکنه. 2. استفاده از زیبایی. فیلم تبلیغی پوشک مرسی رو به خاطر بیارید. در این تبلیغ ویژگی‌های پوشک از زبان تعدادی کودک بیان میشه. کودکان طوری به خودشون نقش گرفتن که گویی بزرگسال در حال خرید البسه‌شون هستن. کودکان علاوه بر زیبایی ظاهری که دارن، به دلیل معصومیتی که به اقتضای سن خودشون دارن، زیبایی باطنی نیز دارن که همین امر باعث دیده شدن تبلیغات خواهد شد. 3. فن استفاده از طنز. روشی قدرتمند برای قانع کردن مخاطب به شما میده. بسیاری از پیام‌های رسانه‌ای از این شیوه استفاده می‌کنن تا توجه ما رو به خودشون جلب کنن و از این راه موجب میشن تا پیام اونا با احساسی خوب و مفرح در ذهن ما همراه بشه.